اما 25 جنگ توتال وار بین ایران، ارتش ایران و بین النهرین در گذر هزاران سال، هزاران که میگم در گذر 2-3 هزار، 3-4 هزار سال پیش آمده. جنگ هایی که پیش آمده 25 تا توتال وار بوده، 25 تا جنگ تمام عیار بوده. جنگ هایی که پیش آمده، یکی کوروش که بابل رو فتح کرد، یکی داریوش که رفت از اونجا به یونان، یکی در زمان صفویانه، یکی در زمان نادرشاهی که شما زمان نادرشاه رو خیلی زیبا سخن گفتید و نادرشاه رفت بغداد رو گرفت و گنبد علی ابن ابی طالب رو طلا کرد و کارهای ایدولوژیک و کارهای تاکتیکی و فراوانی انجام شد در اون زمان. این 25مین جنگ بود که هواپیما و موشک، راکت، اینها درش شرکت کرده بود، تانک درش شرکت کرده بود. در طول این هزاران سالی که بوده، تمام جنگ هایی که این 25 هزاران جنگ، هزار تا، شاید نزدیک به بیش از هزار تا جنگ منطقه‌ای اتفاق افتاده، روی داده، اما توتال وار نبوده. جنگ های محلی بوده، منطقه‌ای بوده و روی داده. اما 25 تا جنگ توتال وار یا تمام عیار که رخ داده، 25مش این بوده. آیا میشه جنگ به همین سادگی، به محض اینکه حکومت پهلوی ور افتاد و حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی اومد سر کار، به همین سادگی بلافاصله جنگ شروع شه؟ اینطور نیست، پیشینه داره، پیشینه داره و بسیار اهمیت داره که ما بهش نگاه کنیم. یکی استراتژی من ناگزیرم که یه تعریف استراتژی رو بکنم اینجا که عزیزان روشن بشن. ببینید، در زمان تزار روس ها استراتژی تعریف کردند. استراتژی به زبان پارسی میشه ره، رست، ره، راه رستگاری، رستن از یک تنگنا، که در فرهنگستان اومده راه برد، چیز خوبی هم هست، اما رست ره در متون پارسی. بازرگانیشون رو رونق بدن، در حالی که چیرگی هایی هم داشته باشن در زمینه های فرهنگ و در زمینه سیاست. خیلی کارا کردند که از اون میون آذربایجان رو گرفتند یه زمانی و در همینطور دنبال این کار بودند. حتی در زمان محمد رضا شاه اینها بسیار تلاش کردند که بتوانند حکومت پهلوی رو ضعیف کنند و ضربه نهایی رو بزنند که بتونند دسترسی پیدا کنند به جنوب. من با یکی از اسرای برجسته عراقی که صحبت می کردم، ایشون برای من گفت ما روسها تصمیم داشتند که 400 اسکله از بوشهر تا خور عبدالله، 400 تا اسکله برای کارهای بازرگانی و کشتی هاشون فراهم کنند. خب به دست کی این کارو میتونستن بکنن؟ به دست عراق. اگر یادتون باشه در گذشته هم اومدن و گفتن که پایگاه هوایی بوشهر، لشکر، همون پایگاه هوایی، پایگاه ششم شکاری رو اومدن گفتن ما اینو از شما میگیریم، یک پایگاه عیناً همین پایگاه میسازیم در خرمج برای شما و ما هواپیماهامون میاد تو این پایگاه بار میریزه، بارها منتقل میشه به اسکله ها و کار تجاریشون فراهم میشه. خوش که از
از بد روزگار مجلس هم با این کار چندان چیز نبود، بیمیل نبود. ارتش ایران نپذیرفت و ارتش خیلی درست ایستادگی کرد و اینا نتونستن پایگاه ششم رو بخرند. دنباله همون استراتژیه که دسترسی به آبهای گرم، نتونستن این کار رو بکنن. اومدن خیلی کارهای دیگری هم کردند، از اون میان در زمینه دریای خزر این 50%، ما در زمان پهلوی 50% از دریای خزر مال ایران بود، نفت و گاز و همه تو این خط مرزی که از آستارا کشیده میشه به بندر ترکمن، این تمام نفت و گاز و اینا در اینجا بود. اینها اومدن کردنش، گذاشتنش به گفتگو و از بد روزگار ایرانی ها هم بیمیل نبودند، مسئولین بیمیل نبودند. رسید به 20%، رسید به 13.5%. با تحفه هایی که دادن مثل مثلا موشک های S-200 و از این صحبت ها و آینده مهمتر و اینا تشریح کردن، رسوندن به 13.5%، رسید به 11.5%. ارتش ایران خوشبختانه موافقت نکرد، گفت من حافظ مرزهای حدود و ثغور کشورم برابر قانون اساسی، بنابراین من چطوری میتونم قبول کنم که 11.5% باشه؟ باید این موضوع عوض بشه. حالا هر توافقی میکنید بر پایه مأموریت ارتش باید باشه، که لاینحل موند. اصلا این داستان همینطوری پادر هوا موند. روس ها خیلی تلاش کردند که به استراتژی خودشون برسن. استراتژی چیه؟ استراتژی یا رسره اندیشه یگانه. اولا جنس استراتژی از جنس اندیشه است، جنس تاکتیک از جنس پنداره یا تفکره. استراتژی اندیشه است یگانه، یونیک، که چون دست دهد رستگاری در پی دارد. شما برای نمونه در تنگنای تولید فولاد هستیم در کشور، بر فرض استراتژی تعریف میشه که 50 میلیون تن تولید فولاد باشه در کشور. این استراتژی اگر دسترسی بهش پیدا بشه، کشور از تنگنای تولید فولاد میرهد، رستگار میشه. این تعریف استراتژیه، اندیشه ایست یگانه که چون دست دهد رستگاری در پی دارد. تاکتیک از جنس پنداره، پنداریست مرکب از زمان، مکان، انسان، ماشین، محیط، که چون دست دهد پیروزی در پی دارد. تاکتیک ها منجر به پیروزی می شوند، استراتژی منجر به رستگاری خواهد شد. شما برای رسیدن به یه استراتژی باید ده ها صد ها تاکتیک انجام بدید تا به اون استراتژی دسترسی پیدا کنید. به هر حال روسا استراتژیشون این بود، دسترسی به آبهای گرم، بهترینش و نزدیکترینش و مقرون به صرفه ترینش این بود که به دریای پارس دست پیدا کنند، که عرض کردم خدمتون یکی از اسرای عراقی گفت، از بلندپایگانشون هم بود، گفت که ما 400 اسکله از بوشه تا دهانه اروندرود یا چی بهش میگن، خور عبدالله، تا اونجا ما باید 400 تا اسکله فراهم میکردیم که روزها با اتوبانیش بودن. در گذشته دور ما داریم راجع به جنگ های ایران با بین النهرین صحبت میکنیم. در گذشته دور سال 1347 من یه خلبان کابین عقب بودم و بسیار جوان، کابین عقب ستوان یکم ایرج خرم بودم و لیدر دو فرماندی سروان پکوری بود، کابین عقبش حسین فاتحی بود و قرار بود بریم یک پایگاه هوایی هست نزدیک عراق، من نزدیک بغداد، در شرق بغداد، من هنوز اسم اینم هیچ وقت یادم نمیاد، نزدیک پالایشگاه الدوره هم هست.
بنا بود هدف ما اون پایگاه هوایی بود. سرگرد مینوسفر فرماندهمون بود، فرمانده گردانمون بود. ایشون هم لیدر یه دسته دو فرماندی بود. سروان رضا رضوی لیدر یه دسته دو فرماندی، سروان ریاهی لیدر یه دسته دو فرماندی، سروان قیدیان، اینا هر کدوم لیدرهای دسته دو فرماندی بودن که قرار بود 15 فروند یا 16 فروند بودیم، قرار بود که پایگاه های هوایی عراق رو بزنیم. خب خیلی با هواپیمای فانتوم. این داستان مال زمانیه که کشتی آریا و کشتی ابن سینا قرار بود بیان تو ارومرود و با پرچم ایران بیان و عراقی ها گفته بودن ما تیراندازی میکنیم و نمیذاریم که اونا با پرچم ایران بیان. در اون زمان رئیس جمهور عراق یک ژنرال بسیار پخته، بسیار با دانش به نام احمد حسن البت بود که جنگ سرد رو کامل تجربه کرده بود، تمام تحصیلاتش در چیز بود، در روسیه انجام شده بود و رئیس حزب بعث بود. بسیار آدم پخته با تجربه و دانایی بود. ایشون دستور داد که تیراندازی نشه به ابن سینا، کشتی ابن سینا و آریا. اینا با پرچم ایران اومدند و به سلامت اومدن خسروآباد و خرمشهر و اینجاها پهلو گرفتند و ما از نزدیک فلایت دو فروندی ما از نزدیک از دوره برگشتیم، اومد به ما دستور دادن که برگردیم و برگشتیم اومدیم نشستیم. بریفینگ سرگرد مینوسپر هیچ وقت یادم نمیره که اون موقع هم سروان واعظی بود، سروان نعمتی بود، سروان فرامرزیان بود، سروان بنی فضل بود، سروان هوشیار بود، اینا همه بودن تو گردانمون. هیچ وقت یادم نمیده که برگشت گفت ببینید من روی هدف، به من نگید که رسید دو هدف زدنتون، به من نگید الان من بالم تیر خورده آتیش گرفته فلان، از اونجا اگه تونستید برگردید بیایید، حالا من به تصمیم میگیرم چه کسی همراهیتون بکنه یا چه کسی کمکتون بکنه. و خیلی زیبا بریف کرد سرگرد میزه، یادش گرامی، الان در قید حیات هستن، در آمریکا هستن، بسیار فرمانده برجسته و بزرگی بودن. جناب نمکی عذر میخوام، این داستان موجب این شد که من همیشه گفتم در 21 آذر که به نام روز ارتش مشهوره برای نجات آذربایجان، یک تجربه و یک آگاهی گرانبهایی برای فرماندهی کل قوا اعلیحضرت پیش آمد که ارتش باید تقویت بشه. در طول تاریخ هر جا ارتش ضعیف شده کشور ما مورد حمله همسایگان قرار. ببخشید، اولا خیلی ممنونم که اینقدر زیبا برای ما صحبت میکنید، واقعا همه ما سحر میشیم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از اینکه این همه دانش رو در اختیار ما قرار میدید. میخواستم یه نکته ای رو عرض کنم خدمتون که شما یه استراحتی بفرمایید. ما در بین النهرین پس از آن که کوروش کبیر به بابل حمله کرد، در زمان اشکانیان و ساسانیان با روم مقتدر 700 سال 7 قرن درگیر هستیم، یعنی دقیقا از روزی که کراسوس، مارکوس کراسوس، لژیون‌های قدرتمند و میاره در پای بین النهرین میذاره که به ایران بتازه و سورنا سردار ایرانی در زمان اورد اشک 13 در زمان اشکانیان یک شکست وحشتناکی به رومی ها میده که هنوز که هنوز در کتاب ها، در داستان ها، در فیلم ها اسم این شکست همواره میاد. یعنی آنچنان سیلی به اینها زده شد در اون روز در این نبرد حران که 700 سال رومی ها
این ضربه رو، صدای این سیلی تو گوششون بود و اعتماد به نفسشون رو از دست دادن. ما 700 سال با رومی ها اونجا درگیر بودیم. بعد از بین رفتن روم، درگیری بعدی ما با عثمانی هاست. با عثمانی ها حالا درگیریم. البته وقتی عرض میکنم رومی ها، ما از آذربایجان در نوار، از ارمنستان، از ارمنستان که الان در شوروی بود و جدا شده، با رومیا درگیر بودیم درست تا پایین خوزستان. بعد عثمانی ها میان، با عثمانی ها اونجا درگیر، و بعد از اینکه در جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه در جنگ جهانی اول عثمانی از هم میپاشه و انگلیسی ها نقشه رو پرق میکنن و هر قسمت از زمین رو به یک خانواده میدن، مثلا عربستان رو میدن به خانواده آل سعود، اردن رو میدن به خانواده هاشمی، همینطور تقسیم میکنن، کشوری پدید میاد به نام عراق. میخوام عرض کنم که از روز پیدایش عراق ما دچار مشکل میشیم. یعنی عراقی ها همواره سعی میکنن حمله کنن به بین النهرین. دلیلش چیه؟ چه چیزی اینها میخوان از خاک ایران؟ شما اشاره کردید به بنادر. آیا دلیلش اینه که چون عراق بندری نداره در خلیج فارس، تقریبا داره خفه میشه، فقط یه بندری داره در اروند بندر داره و همواره دنبال اینه که بنادری رو به دست بیاره در خلیج فارس؟ چون ما از زمان محمد رضا پهلوی پادشاه ایر و فقید یک سره با عراقی ها درگیر هستیم و همیشه اونها به ما چشم نظر داشتن و همیشه سعی میکردن بتازن، ما همیشه مدافع بودیم. میخواستم بفرمایید که عراق نو، عراق جدید که بعد از عثمانی به وجود میاد، البته و نقش شعارهای ناصر که به دنبال اینه که خلیج العربی، به دنبال ایجاد اتحاد عرب و اون پان عربی است، تمام اینها چه نقشی داشتش؟ من در خدمت شما در چارچوب پرسش بسیار خوب توضیح دادید، همینی که شما گفتید. من میدونم که شما آگاهی های تاریخیتون بسیار بالاتر از منه و من نمیتونم مثل شما، خواهش میکنم، ولی سه تا دلیل داشت. من تا اونجایی گفتم که سه تا دلیل داشت، سه تا دلیل داشت. یکی دو تا یکی ژئو استراتژی، یکی ژئو پلیتیک. در زمینه ژئو استراتژی اینها مشکلاتی داشتند با مرزهاشون. کردستان رو میخواستند، خوزستان رو میخواستند و همیشه استراتژی بعد از به وجود اومدن در زمان عبدالکریم قاسم، در زمان عبدالکریم قاسم اینها خوزستان رو جزء عراق میدونستند و کردستان و ایران رو هم جزء عراق میدونستند، میخواستند نبچ خانه یا نبچ شهر رو میخواستند، میمک رو میخواستند، از اون طرف خوزستان رو هم میخواستند. ناصر یکی از پشتوانه های اینها بود برای طراحی این ژئو استراتژی. اما در زمینه ژئوپلیتیک، در زمینه ژئوپلیتیک کل دست روسا بود. یعنی روسا میخواستن که ایران فرمان روان نداشته باشه، ایرانی که هزاران سال، 7-8 هزار سال پادشاهی داشته، با سعی و خطا، با دانش و با تجربه کنار اومدن. پادشاهی اومده خیلی خوب بوده، پادشاهی اومده بد بوده، شاهان رو همه گرد آوردن زیر پرچم پادشاه، پادشاه ایران. روس ها از این موضوع بسیار مشکل داشتن و میخواستن که در ایران پادشاهی نباشد، در ایران پادشاهی نباشد، جمهوری باشد، حالا میشه یکی از جمهوری های خودشون. روس ها همیشه این رو میخواستن. این داستان ژئوپلیتیکشه و علاوه بر زیبایی و به خوبی این موضوع رو دریافته بود.
ببینید، هم اقتصاد ایران و هم فرهنگ ایران و هم سیاست های ایران در زمینه پایداری کشور ایران، برپایی و پایداری کشور ایران بسیار اثرگذار بودند. به هر صورت این دوتا علتش که شما پرسیدید این بود، یکی ژئوپلیتیک بود، یکی ژئواستراتژی. ژئواستراتژیشون با شکست مواجه شد. به هر صورت پیروزی چندانی به دست نیاوردن، اگرچه ضربه های سنگینی به ایران زدن. ژئوپلیتیکشون خیلی موفق شدن، اعلیحضرت رو از پادشاهی برداشتن و به گونه ای که کشت و کشتار هم نشد، آنچنان کشتاری نشد، حکومت رو تعویض کردند. روس ها به اینها گفتند که شما به همین آقای من عرض کردم که فرماندهشون یا رئیس جمهورشون احمد حسن البکر بود، ژنرال بسیار برجسته. به ایشون گفتن وقتی انقلاب ایران پیروز شد، به ایشون گفتن که حمله کن به ایران. حسن البکر با زرنگی و پیش کشیدن کهولت از ریاست جمهوری کنار رفت و از یکی از نزدیکانش و جانشینش در حزب بعث اومد شد رئیس جمهور، جوانی که به هیچ وجه تجربه نظامی نداشت و اصلا تجربه سیاسی هم نداشت. نه تنها تجربه نظامی نداشت، سیاسی هم نداشت. تحت تاثیر کار روسها به هر حال حمله کرد و به ایران. شعارهای ناصر و شعارهای ناصر و پان عربیسم و اینا همه فاکتورهایی بود که میتوانست کار اینا رو به پیش ببره. بله، اما چرا من زمان محمد رضا شاه رو داشتم میگفتم که ما رفتیم پایگاهی رو بزنیم در عراق، بعد از اون اینا اومدن نشستن به همین احمد حسن البکر، اینا میگم آدمی با تجربه بسیار دانایی بود، اومدن نشستن گفتم باید چیز کنیم، آشتی کنیم، نه قهر که نبودیم، بیایم بشینیم حساب کتاب داشته باشه بر پایه و قوانین بین المللی. قرارداد 1975 نوشته شد، البته احمد حسن البک نرفت، صدام جانشینش در حزب وصل رفت و با اعلیحضرت پیمانی بستند، قرارداد 1975 که اومد اینو در زمان جنگ پاره کرد. اون تجربه ای که اعلیحضرت از فتح آذربایجان به از 21 آذر به دست آورده بود تقویت ارتش بود. از اون سال به سرعت ارتش رو شروع کرد به تقویت کردن، به طوری که ما در زمانی که با ارتش عراق میخواستیم بجنگیم 460 فروند هواپیمای آماده جنگ بمب افکن، اونم نه بمب افکن های معمولی مثل F5 و F4 داشتیم، فانتوم، و 80-79 فروند هواپیمای F-14 برای دفاع هوایی داشتیم. تمام روزنامه های جهان اعتراض میکردن به ایران که شما این همه گردان و شکاری برای چی میخواید. ایشون اومد هر گردان شکاری رو کرد 25 فرونده، یعنی هر گردانی رو، هر دوتا گردان رو کرد یکی، برای اینکه شمارششون بیاد پایین اما قدرتشون نیاد پایین. 25 فرونده کرد گردان ها رو. همه پایگاه های هوایی که لشکر بود به جای اینکه یک گردان داشته باشه دو تا گردان جنگنده داشت که شو تیپ بود اما بهش میگفتن گردان. گردان های نگهداری که این هواپیماها رو آماده نگه میذاشتند، که الان میگم یه داستانی رو، این گردان ها هر کدوم 3000 نفر در تبریز، در همدان، در دسپول، در بوشهر، در مهرآباد، هر کدومشون 3000 نفر پرسنل داشتن، هر تیپ بود، یعنی به اندازه تیپ های نیروی زمینی بود. ببینید وقتی تعداد شمار تیاره ها بالا رفت، وقتی شمار تیاره های جنگنده بالا رفت، طبیعتا باید آواکس می داشتیم، باید فرماندهی تاکتیکی هوایی رو برپا کردند، باید آواکس برای فرماندهی تاکتیکی هوایی می بود، باید سوخرسان می اومد، باید همه اینا اومد. یه طرحی نوشتن، یه طرحی ستاد ارتش دستور داد که طرح رویارویی با ارتش عراق رو بنویسید،
چون ما در همه همسایه هامون باهاشون چیز داشتیم، پیمان نامه صلح داشتیم، پیمان نامه آشتی داشتیم با همه همسایگانمون و بجز عراق. گفتن که باید یه طرحی بنویسید رویارویی به ارتش عراق. طرحی نوشته شد به نام طرح زاگرس برای نیرو هوایی. برای نیرو زمینی طرحی دادن به نام ابو مسلم. برای نیروی دریایی هم یه طرحی دادن به نام شاهین. در این طرحها، استراتژی این طرحها این بود که جنگ در فضای عراق، جنگ در سرزمین عراق. خب وقتی بنا شد جنگ در سرزمین عراق باشد، در فضای عراق باشد، باید پایگاه های هواییش از کار می افتاد و الا مگه می شد جنگ به فضای عراق کشیده بشه؟ برای این کار در طرح پیش بینی شده بود که 300 سورتی در روز، 300 سورتی جنگنده بمب افکن در روز 6 تا پایگاه هوایی عراق رو بمباران بکنه. یعنی هر پایگاه هوایی در هر روز 50 فروند هواپیما میره بالای سرش و بم میریخت. چقدر میشد؟ 50 400 تن، 400 تن، نه میگم 400، 400 تن میشد، 400 تن بمب برای هر پایگاه هوایی. این کار باید 5 روز تا 1 هفته انجام میشد. پرواز ممنوع بر فراز عراق اعلام میشد. حالا دیگه سوخرسانا بر فراز عراق پرواز میکردن، هواپیماهای F-14 بر فراز عراق پرواز میکردن و اجازه نمیدادن یک فروند هواپیما تیک آف بکنه یا بلنش مشکلی ایجاد بکنه. خب انا ازت گفت که من باور ندارم شما 300 فروند هواپیما بتونید در یک آن بفرستید رو فضای عراق. یک مانور گذاشتم در انارک اصفهان که این مانور به فرماندهی سپهبد بدرعی بود و نیروی هوایی باید بمب‌های، باید هدف‌هایی رو در اونجا مثل پل ساخته بودن، هدف‌های مثل پل، باید بمباران لیزری می‌کرد، باید اونجا با موشک مبریک تانک‌هایی رو می‌زد و از اون طرف یک ضرب 300 فروند هواپیما می‌آمدن از جلوی جایگاه رژه می‌رفتن که این کارو کردن، این کار رو انجام دادند و انازم فهمید که بله میشه در یک آن 300 فروند هواپیمای جنگنده بمب افکن بلند کرد. اما شما فرمانده نیرو هوایی در هنگام این مانور به یاد دارید چه کسی بودن؟ بله بله، خاتم فرمانده بودن. خاتم بود، خاتم بود، فرمانده نیرو هوایی خاتم بود. میخواستم درود بفرستم به این فرماندهان لایقی که یه همچین کارهای بزرگی رو تونستن انجام بدن. یعنی از سال 1347 که ما عذر میخوام میام تو حرفتون که شما یه استراحتی بفرمایید، ما از سال 47 که دیگه پادشاه تصمیم میگیره نیروی هوایی دیگه نیاد هواپیمای دست، کارهایی که ترکیه، یونان، کره و اینا میکردن، هواپیمای دست دوی امریکایی رو دیگه نگیره و خودمون بریم پول بدیم مدرن ترین هواپیما ها رو خرید کنیم و یه نیرو هوایی مدرن بسازیم و مرحوم محمد خاتم واقعا کاری کرد کارستان. یعنی ما سال 47-48 استارت زدیم، بعد از 10 سال در سال 57 جزو 10 تا نیرو هوایی اول جهان بودیم. حالا چرا این کار بزرگه؟ به خاطر اینکه سوریه، مصر تو جنگ با اسرائیل از سالهای 1947-48 تا سالهای 1973 یه نیرو هوایی حتی در سطح متوسط نتونستن درست کنن، با اینکه شوروی ها همه چیز به اینا میدادن و این بزرگی کار افسران با دانش ما رو میرسونه. میخوام بگم فقط پادشاه نیست، افسران لایقی که ما داشتیم. دوستان سوال میفرمایند، سوال آخر لایو عزیزان، خواهش میکنم دقت بفرمایید و درود میفرستم به افسران لایق و فرماندهان لایق ارتش ایران از گذشته تا امروز. بفرمایید جناب نمک، عذر میخوام. منم همینطور، منم درود میفرستم افسرانی مثل امیرانی مثل ربیعی و جهانبانی و مهرمند و
عرض کنم حضورتون، بسیار امیران بزرگی بودند در اون زمان، سنجر، تدین، جانشین خود خاتم، اینا کسانی بودند که واقعا خیلی بزرگ بودند. مثلا فرماندهی تاکتیکی هوایی رو ربیعی بنا نهاد و قرار بود در زمان خاتم قرار بود بنا شد که فرماندهی دفاع استراتژیک هوافضا رو راه بندازن. حیطه نظارتش از مصر، آسمان مصر، از فضای مصر بود تا استرالیا، تا مدیترانه و بیا تا ایران. به هر صورت البته این طرحی که طرح زاگرس که من داشتم توضیح میدادم، وقتی اتفاقا لیدر چیزم ربیعی بود، لیدر این فلایت 300 فروندی هم ربیعی، خود تیمسار ربیعی بود. در هر صورت شاه اومد انور سادات رو دعوت کرد، همین مانور رو در کوشک نصرت نزدیک قم گفتن برپا بذارید تا انور سادات ببینه. دقیقا همون کارها رو، همون بمباران لیزری رو، همون کارها رو کردیم و 300 پرونده از جلوی انور سادات رژه رفتن که ایشون پیام رو برد برای اعراب و گفت شوخی بردار نیست 300 پرونده جناب هواپیما در نمایی یک. تیمسار، میشه بفرمایید برای آخه امکان داره من که یه آدم غیر نظامی هم برام مثلا بگم خب 300 هواپیما پرواز کردن، بزرگی این 300 پرواز 300 پروندی چه تعداد افراد درگیر این کار هستند و اینکه میفرمایید 300 فروند بلند کردن یعنی چه چیز مهمیه، چه افتخاری داره؟ آیا مثلا کشورهای مشابه نمیتونستن 300 فروند هواپیما رو در یک روز بلند کنن؟ خواهش میکنم اینم توضیح بفرمایید که ما متوجه بشیم اهمیتش چیه؟ داشتم همین رو میگفتم، تیپ های گردان های نگهداری 3000 نفر 3000 نفر بودند، همه متخصص، همه آموزش دیده، رفته دوره دیده. این شما نگاه کن 300 فروند که پرواز رژه رفتن، ولی نزدیک به 100 خورده هواپیمای جنگنده بمباران میکردن، موشک میزدن و این کارا رو میکردن. چی اینا رو، چه کسانی اینا رو آماده نگه می داشتن؟ بازرسی های بسیار شدیدی بود، بازرسی هایی بود که امکان نداشت یه هواپیما از استاندارد خودش طولانی تر توی واشرک بمونه، توی شعبه موتور موتوری از استاندارد خودش بیشتر بمونه. سر زمان باید تعمیرات انجام می شد، هیچ بهانه ای هم نبود. آنقدر قطعه بود که اگر میخواستن بندازن گردن قطعه نداریم، قطعه نداریم، امکان نداشت. همه انبارهای ما سراسر پر از قطعه بود و ارتش رو تقویت کرد. بعد از تجربه 21 آذر ارتش رو تقویت کردند. البته میدونید تقویت ارتش به این سادگی نیست، آموزش باید داده بشه، باید افسران و درجه داران و حتی سربازان باید چنان آموزش ببینن که بتونن با این 460 فروند هواپیما همیشه آماده باشه، همیشه آماده باشه. بازرسی های بسیار شدیدی انجام می شد در اون زمان. بگذاریم، رفتن، این داستان گذشت، این داستان گذشت و من می دونم بعدا متوجه شدم در زمان سروانی که گفتن که یه جلساتی تشکیل دادن در دفتر ویژه نیرو هوایی که برای معاونت طرح و برنامه که دفاع قرار بود فرماندهی تاکتیکی هوایی که داشتیم فرماندهی تاکتیکی هوایی که داشتیم فرماندهی استراتژیک هوایی میخواستن برپا کنند. این فرماندهی تاکتیکی هوایی خیلی کار مهم و خیلی کار برجسته‌ای بود. من همیشه گفتم اگر ربیعی هیچ کاری در خدمت نکرده باشه، فقط این فرماندهی تاکتیکی رو برپا داشته باشه، یکی از قهرمانان نیروی هوایی شمارش میشه. فرماندهی استراتژیک هوایی رو این ارتش بود، ارتش بود طوفانیان.
اومد برای ما در همون جلساتی که در چه طرح برنامه بودیم، اومد به ما گفت که ما صحبت کردیم فرماندهی استراتژیک هوایی برپا کنیم. کارشناسان سازمان ملل متحد گفتن که شما کجا رو میخواید با استراتژیک بزنید؟ لندن رو میخواید بمباران کنید؟ سیدنی رو، نمیدونم پاریس و نیویورک رو کجا رو میخواید بزنید؟ شما برید دنبال فرماندهی دفاع استراتژیک هوافضا، که ما اون کار رو داشتیم انجام میدادیم، چند نفر بودیم طراحی. شما نگاه کن طراحی عملیات خیلی مهمه. درسته دستور رزمی دستور عملیاتی زاگرس نوشته شده بود، ولی طراحی این دستور، گزینش اهداف، گزینش آماد خیلی مهم بود. بگذاریم، اومدیم به انقلاب اسلامی در زمینه چیز ژئو استراتژی که روس‌ها دنبالش بودند، عراقی‌ها رو تحریک کردند. عراقی‌ها رو تحریک کردند که الان موقعشه. مرزهای ایران باز، جاسوس‌ها روانه شدند به ایران، همه گونه جاسوس از همه کشورهایی که منافعی داشتند اومدن تو ایران. حتی در قالب به هر صورت این داستان اینطوری شد که اومدن گفتن به حسن روبک، گفتن حمله کن به ایران، بهترین موقعیت الان، مرزها بازه، ارتش ایران تمام فرمان روایانش، فرماندهانش. گوشیتون زنگ میخوره تیمسار مثل که بله بله بالا. چیکار کنم؟ یه پرسشی رو نخواهش مبرد اهم چیز نکنید اهمیت دارید اوز میخوام میگم اهمیت ندید خودش قد میشه. ببخشید میخواستم جانم نمکی یه پرسشی رو اینجا عرض کنم، اجازه استش؟ خواهش میکنم بفرمایید. جانم نمکی، حالا ما وارد یک دگرگونی میشیم که اسمش انقلابه. اجازه میخوام میدید من یه خدمتتون سوال کنم؟ بله قربان، بله قربان، اجازه ما هم دست شماست، خواهش میکنم. میخواستم این پرسش ازتون بپرسم، در دلایلی داره که صدام که در سال 1975 هر خواسته ای ایران دارد میپذیرد، و حتی در فیلمی که موجوده وقتی که میبره نامه رو میده به پادشاه، پادشاه میشین اصلا اهمیتی بهش نمیده، و خود ایشون هم بعدا گفت که ما ضعیف بودیم و ایران هرچی خواست از ما گرفت در زمان سال قبل از انقلاب، قرارداد الجزیر 1975. دلایلی دارد که ارتش عراق و سیاسیون عراق به این نتیجه میرسن که حالا میتونیم به ایران حمله کنیم. یکی از این دلایل که اعلام می شود تضعیف ارتش ایران. اگر مایل هستید بفرمایید، آیا اولا یک، آیا این پرسش درسته؟ دوم، چگونه ارتش ایران تضعیف شد و در چه قسمت هایی؟ من در خدمت شما. نه تنها، بله درست می فرمایید، نه تنها کوچک کردن ارتش نه تنها مورد نظر روسا بود و عراقی ها که کارگزارشون بودن، بلکه تضعیف کادر وزارت امور خارجه و کادر فرمانروایی ایران، تضعیف اینا بود. حتی با روانه کردن برخی جاسوسا در وزارتخونه ها و در سطح نخست وزیری و رئیس جمهوری و این چیزا بود. به هر صورت تضعیف شد ایران. من همینطوری خدمتتون عرض کنم، با یکی از بلندپایگان کنونی، اون موقع البته بلندپایه خیلی بلندپایه نبود اما الان خیلی بلندپایه است، توی هواپیمای 330 صحبت میکردیم. من تلاش میکردم
ببینید چیز شورای عالی دفاع در خرداد ماه سال 1359 تشکیل شد، اونم نه با فرماندهان ارتش، با غیر نظامیانی مثل چمران، دکتر چمران، قرضی، آقای خامنه ای که نماینده امام بود در شورای عالی دفاع، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران تشکیل شد. فرماندهان یعنی ارتش نظامی نبود در شورای عالی دفاع؟ نه نبودن، فقط برای مشورت دعوت می شدند، برای مشورت دعوت می شدند. تشکیل شد شورای عالی دفاع. ما از یک، خب من داشتم طرح زاگرس رو می گفتم که رسید به طرح، ببخشید، دفاع استراتژیک هوافضا رو می گفتم تا برسم به اینجا. این ارتش و طوفانیان پازلی رو طرح کرده بود، ما باید هواپیما می خریدیم، ماهواره فراهم می کردیم، طراحی می کردیم، البته ایستگاه های جاسوسی، هواپیما های جاسوسی، اسپیس لیزر، لیزر فضاپایه فراهم می کردیم برای زدن موشک های استراتژیک غاره پیما و موشک های بالستیکی. هواپیماهای 15 باید می خریدیم، 40 فروند، برای اینکه بره ارتفاع 90 هزار پا، 100 هزار پا با موشک ASM 135 بزنه ماهواره های روسا رو بیاره پایین و دشمنان دیگری که حالا به هر صورت بودند. خب این خیلی کار عظمتی بود. 320 فروند هواپیمای F-16 خریدیم برای فرماندهی تاکتیکی هوایی. 320 فروند، 460 فروند هواپیما داشتیم، جنگنده F-4 و F-5 و F-14 داشتیم، 320 فروند هم F-16 خریداری شده بود، پولش هم داده شده بود. عرض کنم خدمتتون که من با این بلندپایه در چیز صحبت میکردم در هواپیما، من تلاش میکردم بگم اگر نیرو هوایی نداشته باشیم مملکت یک سال هم دوام نمیاره، میگیرن سرزمین های ایرانو. ایشون هم اصرار داشتن که نیرو هوایی یک یگانی هست، یک نیرویی هست که فقط پول مصرف میکنه، هزینه داره برای مردم ایران. آخر سر که نتونست منو قانع کنه، گفت ما یه نیرو هوایی داریم قد یه هندونه، میخوایم بشه قد یه پرتقال، تو چی میگی؟ گفتم من دیگه حرفی ندارم بزنم. خب با این ایدئولوژی، این ایده چی بود؟ ایده روسا بود و به همین ترتیب هم عمل میکردن. نیروی زمینی 600 هزار تروپ آموزش دیده داشت در شب پیروزی انقلاب، وقتی جنگ شد رسید به 300 هزار نفر، یعنی 300 هزار نفر از نیروی هوایی متخصص تروپ آموزش دیده خرجشون شده بود، پولشون دادن، بازنشستشون کردن، بازخریدشون کردن، بعضی ها اعدام شدن، بعضی ها زندانی شدن، برخی ها فرار کردن. نیروی هوایی 98 هزار نفر پرسنل آموزش دیده، 12 هزار نفر هم در حال آموزش داشت، این تبدیل شد به 39 هزار خورده ای نفر. با یک همچین ارتشی وارد جنگ شدیم، دریایی هم بدتر از ما همینطور ریزش هایی داشتن، با این وارد جنگ شدیم. حالا ما از یک اجازه بدید اینو من تمام کنم. یک 58 تا 31 شهریور 59، 637 مورد گزارش تجاوز ارتش عراق زمینی، هوایی و دریایی به ایران هست که همه به سازمان ملل متحد گزارش شده و ما می گفتیم که ارتش عراق لشکر 12 رو آورده به خانقین، لشکر 10 رو آورده زیر، آورده مقابل لشکر 64 ارومیه، لشکر 9 رو آورده در فکه، لشکر 6 رو آورده جوپر، لشکر 5 رو آورده الفاییه، لشکر 3 رو آورده جنوب بصره. ما همه این گزارشات رو می دادیم، ارتش این گزارشات رو به فرماندهی کل قوا می داد، ولی در همون زمان نیروی زمینی ارتش در پادگان ها محصور بود، تنها از هر پادگان یک گردان میتوانست بیاد بیرون، اونم با اجازه شخص فرمانده کل قوا میتونست بیاد بیرون برای کارهایی که اگر لازم بود که باید فرمانده کل قوا رو قانع میکرده، ارتش قانع میکرد که یک گردان از پادگان بیاد بیرون. نیروی هوایی هم تمام پروازهاش قطع شده بود، فقط بعد از مدتی
بعد از مدتی اجازه دادن پروازهای کوالیفیکیشن انجام بشه. خلبانا میدونید که کوالیفیکیشنشون اینطوری که اگه 45 روز پرواز شب نکنن دیگه باید حتما دوباره آموزش ببینن، اگه چند روز لندینگ، یک هفته اگر لندینگ نداشته باشن بعد از باید برن دوباره FTD و باید برن آموزش های زمینی رو ببینن تا بیان بالا. خیلی دردناک بود، خیلی ناراحت کننده بود، اما جنگ آغاز شد. وقتی شورای عالی دفاع تشکیل شد اومدن گفتن طرحتون رو بدید برای روبرویی با ارتش عراق. طرح زاگرس رو زمانش کی بود؟ زمان سرهنگ قیدیان. سرهنگ قیدیان شد معاون عملیاتی نیرو هوایی. شما حتما اسم قیدیان رو زیاد شنیدید، از بزرگترین. بله. در همون زمان، در اون زمان سال 1347 که بالاخره آشتی برقرار شد و قرارداد 1975 نوشته شد، همین سرهنگ قیدیان سروان بود. سروان واعظی، سروان فکوری، سروان جلالی، اینها یک هواپیمای افوردی رو برمی داشتن. هواپیمای افوردی رو این بچه های فنی، پرسنل گردان های نگهداری برمی داشتن، دراب تنک سمت چپش رو خالی می کردند، یه دونه دوربین عکاسی هوایی روش سوار می کردند. همین افسرانی که من نام بردم با خلبانان کابین عقبشون مثل ناصر رزوانی، مثل احمد افشین، مثل خیلی از بچه های دیگه، تمام پایگاه های هوایی عراق رو عکس گرفتن. ما این عکس ها رو در زمان جنگ، ببینید سال 1347 کجا، 1359 کجا، ما همین عکس ها رو در زمان حمله عراق به ایران در شهریور ماه، در 29، در 31 شهریور 1359، از همین عکس هایی که با افوردی گرفته بودند ما از اینها استفاده کردیم برای پایگاه های زدن پایگاه های هوایی. برخی هدف های استراتژیک هم عکس گرفته بودند. من رسیدم به جنگ. جنگ آغاز شد. خب این من توضیح دادم، این جنگ یک فاکتور ژئو استراتژیک داشت که همش به عهده همین روسیه بود، یک فاکتور ژئوپلیتیک داشت که مجریش باید عراق می بود. به احمد حسن البک گفتن به ایران حمله کن، الان موقعشه. این جنرال پخته نپذیرفت، رئیس جمهور هم بود، مسئول جنگ و صلح عراق هم بود. اومد گفت به بهانه دید نمیشه کار حزب بس، حزب بس یک حزب مارکسیستی بود، اسمشو گذاشته بودن بس و حالا یه چیزایی هم بهش اضافه کرده بودن. اومد گفت که من به علت کهولت سن نمیتونم. آمدن صدام رو گذاشتن جانشینش و در حزب بس هم جانشینش بود، گذاشتن رئیس جمهور عراق و ایشون قانع شد و ایشون رو پختند که به ایران حمله کنه. تمام مسائل ژئوپلیتیک در ذهن این آدم، همون فرمایشات شما که گفتید، ناصر و دیگرانی که مثل قذافی و دیگرانی که بهش کمک میکردند و اینا، آغاز شد. به هر حال طرح زاگرس یا دستور عملیاتی زاگرس تبدیل شد به نام البرز. دستور عملیاتی نیرو زمینی که ابو مسلم بود شد ابوذر، و دستور دریایی هم همون شاهین باقی موند. و استراتژی این طرف فقط عوض شد، هیچ چیزش عوض نشد، چون درک شورای عالی دفاع درکی از کاهش پرسنل ارتش نداشت. فکر میکرد ما با 300 فروند هواپیما باید پایگاه هوایی عراق رو بمباران کنیم. خب با کدوم خلبان؟ 3000 تا خلبان بوده شب انقلاب، شب جنگ از این 3000 تا خلبان 695 تا باقی مونده بود. تازه بعضیشون هم خلبان کابین جلو نبودن و کابین عقب بودن، اینا شمارش شده. به هر صورت استراتژی طرح البرز شد، دستور عملیاتی البرز شد. جنگ در فضای عراق بود مال زاگرس، شد بیرون راندن ارتش عراق. حتی به این صورت نوشته بودن درش که به علت جو سیاسی حاکم بر کشور، اصلا ارتش با جو سیاسی کاری نداره. ولی کی بود که بفهمه در شورای عالی دفاع این موضوع رو؟ به علت جو سیاسی حاکم بر کشور
نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، اون موقع اسمش نیروی هوایی ارتش نبود، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اجازه پیشدستی برابر حملات عراق را ندارد، ارتش عراق را ندارد. یعنی باید بشینه تا اون بیاد بمبشو بندازه، حالا این میتونه کاری انجام بده. اون باید بیاد کشور رو، بخشی از کشور رو، خوزستان رو بگیره، حالا شروع بشه به بیرون راندن ارتش عراق. اینا یه چیزاییه که اگه بذاری تو دانشگاه، بذاری بیاری تو دانشگاه بخوای راجبش صحبت کنی، خنده آوره. به هر حال جنگ آغاز شد، ما عکس هایی که گرفته بودن با همون هواپیماهای پردی قبل از اینکه هواپیماهای آرپور بیاد تو ایران، شما ببین ارتش رو چنان تقویت کردن که بنا بود دفاع استراتژیک هواپزا داشته باشیم. خب اینا اومدن وارد خاک ایران شدند و رفت، همه چیز گذشت. شما فکر میکنید، من نمیخوام، نیروی زمینی قهرمانه، نیروی زمینی ارتش یک نیروی قهرمانه، تمام بزرگانش رو، اونایی که بزرگانی که میدونستن باید چه کار کنن، یا اعدام شدن یا فرار کردن یا خونه نشین شدن یا هر طور شدن، نبودن دیگه، بازنشستن نبودن در ارتش. این کسانی که بودن سرهنگ بودند، سرهنگ زهیر نجات، سرهنگ فلاحی، سرهنگ فلاحی شد سرتیب بالاخره، سرهنگ فکوری، سرهنگ این سرهنگا، این سرهنگا جلو ارتش عراق رو گرفتن. حالا چطوری نیروی هوایی ظرف یک هفته چنان بمباران های دقیقی انجام داد روی تیپ ها و گردان های ارتش عراق که الان گفتنش واقعا، آمار دادن و گفتنش خیلی چیزه. در همین عملیات سامان الائمه 800 تن بمب ریختن روی یگان های ارتش عراق. 800 تن 800 تن بمب ریختن روی ارتش عراق. مگه به سادگی بود که ارتش عراق لشکر 6 زرهی، لشکر 5 پیاده میکنه زره، لشکر 3 زرهی، لشکر 9 زرهی، لشکر 10، اینا مگه به سادگی بود که عقب نشینی کنن در عملیات بیت المقدس؟ رفتن و شد اون چیزی که افتخاری شد برای ارتش ایران، ارتش مظلوم، ارتشی که در عین تنگ دستی، در عین بی اختیار بودن، البته تا عملیات بیت المقدس اختیارات به صیاد شیرازی داده شد، ولی سپاه بغل دستش بود، محسن رضایی بغل دستش بود. آخرم شما میدونید که در مرحله دوم عملیات چیز متوقف کردن، عملیاتو گفتم میریم تو خرمشهر تبلیغات میکنیم، آزادسازی خرمشهر، آزادسازی خونینشهر، در حالی که ما قرار بود جاده قلعه ساله به بصره رو بگیریم و بریم تا محاصره بصره. و شما میدونید این 800 تن بمب ریختن یعنی 400 سورتی پرواز، یعنی دفاع آسمان منطقه عملیات، پرواز شبانه روزی دو فروند، سه فروندی، چهار فروندی هواپیمای F-14، یعنی پرواز دو فروندی، سه فروندی، چهار فروندی هواپیماهای F-4 برای پوشش آسمان منطقه عملیات، یعنی دفاع موشکی صحنه نبرد، سایت بدر، سایت تبوک، سایت خیبر 1، سایت خیبر 2. شما ببینید پوشش منطقه عملیات چگونه انجام شد؟ مگر پیروزی به این سادگی به دست می اومد؟ مگر میشد لشکر 21 همزه ظرف یک هفته برسه به گرمدشت؟ شدنی نبود جز با بمباران‌های نیروی هوایی. به هر صورت من خیلی با عجله این داستان ژئواستراتژی و ژئوپلیتیک رو تعریف کردم. خیلی شما ببینید ما چقدر صدمه خوردیم از روسا، چقدر صدمه خوردیم. تمام تلاش صدام حسین بر پایه آموزش های روسا بود. آقا برو شما اگه بری خرمشهر رو بگیری اینطوری میشه، شما اگر فلانجا رو بگیری اینطوری میشه، خوزستان رو بگیری اینطوری میشه. ارتش ایران دیگه تو پادگان هاست، ارتش ایران نمیتونه از زمین بلند شه، نیروی هوایی نداره، خلبان ها اعدام شدند، فرماندهان لشکرها اعدام شدند در نیروی زمینی و قصه الهازا. شما ببینید چه به سر این مملکت اومد. من سپاسگزارم از این فرصتی که دادید.